خب اپراتورا در واقع قدرت اصلی آریکس جاوا به اپراتوراشه که ما اینجا اپراتوراش رو مفصلتر توضیح میدیم. اپراتورهایی که برای ساختن ابزروبل ها داریم اولیش و ساده ترینش جاست هست. جاست فقط یه دونه آیتم بهش میدی، میگه همینو برام تبدیل کن به یه ابزروبل. یه آیتم میدیم به جاست و اون یه استریمی به ما میده که روی اون استریم فقط یه دونه داده وجود داره، و بعد از اینکه اون یه داده رو در واقع پوش کرد، آن کامپلیت رو صدا میزن. دومین کریت اپراتوری که برای کریت استفاده میشه فرام هستش. فرام یه آرایه یا یه لیست بهش میدی و اونو تبدیل میکنه به یه ابزروبل که الان ما توی کدمون از فرام استفاده کردیم. بعدش رنج هست. رنج یه دو تا عدد بهش میگی، بین این عدد تا اون یکی عدده برات یه دونه استریم تولید میکنه. تایمر، تایمر اینجوری که بعد از گذشت وقتی سابسکرایب میکنیم، اون فلش اول رو اگه دقت کنید، وقتی سابسکرایب کرده بعد از گذر یک زمانی که توی اپراتور تایمر مشخص شده، اون یه دیتا میده که توی آریکس جاوا اون دیتا عدد صفره. در واقع بعد از گذشت یه زمانی یه ایونتی میده، یه دیتایی میده که اون دیتا عدد صفر. اینتروال اینجوریه که بعد از در واقع تایمر فقط یه دونه بود، ولی اینتروال همینجوری برای شما دیتا جنریت میکنه و از صفر شروع میکنه و همینجوری میره جلو. بعد از گذر یه تایم لپس یه دیتا میده، تایم یه بازه زمانی دیگه یه دیتا میده و همینجوری الی آخر. این تا بی نهایت این کار برای ما میتونه انجام بده. اما اینا همشون ممکنه کاربردهای خاص داشته باشن و توی حالتهای خاصی ما ازشون استفاده کنیم. کریت دیگه، با کریت میتونیم هر کاری، هر چیزی دوست داشته باشیم تولید کنیم. وقتی که در واقع ابزروبل تو با کریت میسازی، ابزروبل تو با کریت میسازی، کل دیتایی که میخوای تولید کنی دست خودته. اینجا من یه مثال نشونتون بدم. فرض کنید همین 1 2 3 رو که ما با فرام اری تولید کردیم اینجا بخوایم با کریت تولید کنیم. خب یه چیزی که توی کریت باید دقت کنیم اینه که ببینیم هنوز ابزرورمون داره دیتای ما رو ترک میکنه یا نه. برای همین قبل از اینکه ما بخوایم دیتای بفرستیم، باید چک کنیم که باشتش یا نه. حالا ما فعلا این قسمتشو بیخیال میشم و اینجا یه دونه آبجکت ای دارم که من میتونم با صدا زدن آن نیکست بگم که شما دیتای 1 رو بگیر. بعد با صدا زدن آن نیکست بعدی و بعدی رو میتونم بهش بدم. در نهایت هم میگم که استریم من تمام شد، آن کامپلیتش رو صدا میزنم. این ایه یه نماینده ای از اون ابزروره، کسی که داره داده منو ابزرو میکنه.
خب منتها اینجا باید من یه if بذارم و بگم که اگر dispose نشده بود، dispose در واقع میتونیم همون subscribe در نظرش بگیریم، dispose شدن یا unsubscribe شدن در نظرش بگیریم. dispose شدن به این معنیه که اگر سابسکرایبر هنوز داره به دیتای من گوش میکنه و هنوز داره ابزرو میکنه، بعدی رو بهش بده. و همینجور برای همه داده ها باید این کار رو بکنیم. اینم از آن در واقع از کرییت. دیفر چیه؟ کرییت وقتی که ما داریم با کرییت ابزروبلمون رو میسازیم، همون لحظه که ساختیمش ابزروبل، همون لحظه که کرییت رو صدا میزنیم ابزروبل ساخته میشه. اما دیفر این کارو موکول، یعنی ساختن ابزروبل رو موکول میکنه زمانی که یه نفر یک ابزروری بیاد سابسکرایب کنه. تفاوتش توی این لیزی بودنشه. یه سری در واقع اپراتورهای برای درست کردن داریم. یکیش مثلا امپتیه که یه استریم برای ما میسازه که هیچی روش نیست، خالیه و فقط آن کامپلیت رو صدا میزنه. یکیش نوره که کلن هیچ وقت هیچی رو صدا نمیزنه. یکیش true که فقط یک exception true میکنه. اینا رو بیشتر مثلا برای مقاصد دیباگ کردن یا ممکنه یه جاهایی هم واقعا به درد بخورن. خب اینا تا اینجا اپراتورهایی برای کرییت کردن observable ها رو گفتیم. الان اگه بخوایم چند تا observable داریم، میخوایم اینا رو با هم ترکیب کنیم. اولش کانکت هستش. کانکت میگه که اگه دوتا استریم داری و بدیشون به تا به اپراتور کانکت، داده های اون دوتا استریم رو میاره روی یه استریم و ترتیبشون رو حفظ میکنه. یعنی اول داده های استریم اول اومده روی دان استریممون، بعد داده های استریم دوم اومده. بر همین هم اسمش طبیعتاً کانکت. مرج چیکار میکنه؟ مرج میگه که دوتا استریم میگیرم و به ترتیبی که کاری به ترتیب در واقع observable ندارم، کاری به ترتیب استریم ها ندارم. اون داده ها خودشون توی هر ترتیبی که بیان، من توی همون ترتیب توی استریم نهایی میچینمشون. اپراتور بعدی AMB هست یا ambiguous. AMB اینجوری کار میکنه که میگه دو تا استریم به من بده، من هر استریمی که زودتر یه دونه داده به من بده اون استریم رو در نظر میگیرم و اون یکی استریم رو نادیده میگیرم. الان اون استریم اول زودتر داده اولش که دایره قرمز هست رو منتشر کرده، استریم دوم با یه خورده دیرتر منتشر کرده. اپراتور AMB میاد استریمی که زودتر اولین داداشو منتشر میکنه رو میبره توی در واقع استریم خروجی. اپراتور بعدی زیپ هستش. زیپ اینجوری کار میکنه که دوتا استریم میگیره و یه داده از استریم اولو با یه داده از استریم دوم طبق فانکشنی که ما به زیپ میگیم با هم ترکیب میکنه و میفرسته روی اوت استریممون، روی دان استریممون. الان مثلا اینجا ما به زیپ گفتیم که از اولی هر چی گرفتی، از دومی هم هر چی گرفتی، رنگ دومی رو بده به اولی.
اینجا گفتیم دومی رنگش رو بده به اولی، داده رو بفرست روی دانستریوم. اینجا از این یه دونه از این استریم اول ما یه دونه دایره میاد، از این یکی این اپراتور زیپ منتظر مونه که تا یه دونه از این یکی به دستش برسه. به معنی اینکه این یکی رسید، این دوتا رو با این تابعی که بهش گفتیم با هم ترکیب میکنه و این تابع گفته رنگ اینو بده به اون. حالا اون دایره سفید بوده، رنگ زرد بهش داده و آوردش توی خروجی. وقتی داده دوم میاد، دوباره منتظر اون یکی داده میمونه از اون یکی استریم و دوباره به همین شکل میبره روی خروجی. در واقع این دوتا استریم باید یه جورایی با هم سینک باشن، چون یه دونه از این میخوایم یه دونه از اون میخوایم تا با زیپ با هم ترکیبش میکنیم و بفرستیمشون. اما یه سری حالت ها هست که ممکنه یه استریممون به ندرت کلن کند باشه و به ندرت داده تولید کنه. این باعث میشه که اون استریم خروجیمون داده هاش کم بشه، چون اگه بخوایم از زیپ استفاده کنیم و همین میایم از کامباین لیتست استفاده کنیم. کامباین لیتست یعنی همیشه از هر استریمی یه داده که اومد، آخرین داده اون یکی استریم رو با این تلفیق میکنم و میفرستم روی خروجی. خب اینجا این داده اول میاد، چیزی نیست باش تلفیق کنم. داده دوم که میاد از این یکی استریم، آخرین داده این استریم که دایره هست رو تلفیق میکنم و میبره روی خروجی. به معنی که روی این استریمه یه داده دیگه میاد، کامال لیتست مثل زیپ منتظر نمیمونه، میاد هم آخری که داره رو از اون یکی استریمه باهاش ترکیب میکنه و میبره. بعد دوباره مثلا اینجا یه داده دیگه اومده، دوباره با آخرش که اینه ترکیب کرده و برده روی دان استریمه مون. و همینجوری الی آخر. خب اینا هم اپراتورهای ترکیب بودن. بعد از این میریم سراغ اپراتورهای ترانسفورم. ما یه استریم داریم، میخوایم ترانسفورمش کنیم به چیز دیگه که اولیش همون مپ هست که در موردش صحبت کردیم. بعد از مپ بافر هستش. بافر چیکار میکنه؟ بافر اینجوریه که میاد هر یه دونه که از آپ استریم داده میاد، همون یه دونه رو نمیبره، میذاره مثلا ستا ستا میبره. اینجا بافر ستا ستا یا هر چند تایی که ما بهش بگیم داده رو جمع میکنه و بعد میفرسته روی دان استریممون. اسکن چی هستش؟ اسکن اینجوری کار میکنه که داده اول میاد، مستقیم میاد روی خروجی. داده دوم که میاد، یه چیزی به اسم اکومولاتور داره، یه نگهدارنده داره که همیشه آخرین رزالتش رو نگه میداره. داده دوم که میاد، میاد با اکومولاتورش ترکیبش میکنه و میفرستش روی خروجی. داده بعدی که میاد، میاد با اکومولاتورش که آخرین داده قبلی هست ترکیبش میکنه و میفرستش روی خروجی. اسکن برای مثلا وقتی استفاده میکنیم از اسکن که یه استریم داریم، میخوایم اینا رو مثلا جمع بزنیم یا یه اگریگیشن روشون انجام بدیم یا یه پردازشی از همون اول انجام بدیم و یه جا نگه داریم بریم تا آخر. اما فلت مپ، فلت مپ مثل مپ هستش، با این تفاوت که ما میتونیم به جای اینکه مپ اینجوری کار میکنه که از اون استریمه یه دونه میگیره، یه ترانسفورمیشن روی اون داده میزنه و میبره روی استریم دوم. اما فلت مپ یک به یک نیست، یعنی میتونه یک به چند باشه. اون یه دونه رو که میگیره طبق این ترانسفورمیشنی که بهش گفته شده، هر چند تایی که نیاز باشه تولید میکنه و میبره روی دان استریم. و یه نکته که در مورد فلت مپ وجود داره اینه که ممکنه فلت مپ لزوما ترتیب رو حفظ نکنه. یعنی چی؟ یعنی اینجا این سبز اومده، بعد این دایره سبز که میاد
این ترانسفورمیشنه تا میاد از این سبز دوتا بسازه اون آبیه میرسه، اون آبیه میرسه و مثلا ممکنه یه حالتی پیش بیاد که داده اول آبیه زودتر از داده دوم سبز تولید شد، با اینکه این دوتا آبیه بعد از سبز اومده، ولی خروجی ممکنه که در واقع روی هم بیفته. گروپ بای چیکار میکنه؟ گروپ بای میادش و استریم اول رو میگیره و طبق یه قاعده که ما میگیم اینو تبدیل میکنه به چند تا استریم. الان مثلا این گروپ بای گروپ بای در واقع کرده با شکل، یعنی نتیجه شده دو تا استریم که روی یه استریم فقط دایره ها اومدن، روی استریم فقط مثلث های اون استریم آب استریم اومدن. ویندو میاد توی یک پنجره زمانی هر چی داده اومد رو میفرسته روی یه استریم جداگونه. الان تو پنجره های زمانی مختلف داده ها رو برده روی استریم های مختلف. اینجا تایمرش تموم میشه، این یه پنجره زمانی، تا اینجا هرچی داده بود فرستاد روی این استریم. پنجره زمانی بعد و بعد همینجور هر کدوم یه استریم دیگه تولید میکنه. خب این سراغ اپراتورهای فیلترینگ و ساده ترینش فرست هست. ما وقتی یه استریم داشته باشیم میتونیم فیلتر کنیم، بگیم که آقا فقط داده اولشو به من بده و بقیهش رو نمیخوام. فرست میتونه شرط داشته باشه، میتونه بگی که اولین دایره رو میخوام، اینجوری اولین داده که اون شرط براش رعایت شده باشه میره روی خروجی. همینطور لست رو داریم که آخرین داده رو میده، لست رو داریم که شرطیه و آخرین دادهی که یک شرط براش برقرار باشه رو میده، که اینجا شرطمون همون مثلا دایره بودنه. اسکیپ رو داریم که بهش میگیم مثلا ستا رو اسکیپ کن، اینجا ستای اول رو اسکیپ میکنه و مابقی رو میفرسته روی خروجی، روی استریم خروجی. اسکیپ لست ستای آخر رو، اسکیپ لست سه ستای آخر رو داره اسکیپ میکنه. اسکیپ وایل داریم تا زمانی که یه شرطی برقرار نشده، مثلا میگه همه رو اسکیپ کن، مثلا اینجا گفته تا دایره سبز رو ندیدی قبلی ها رو همه رو اسکیپ کن. اسکیپ آنتیل رو خلاصه از اسکیپ میگذاریم، اسکیپ رو اسکیپ میکنیم. تیک برعکس اسکیپه، تیک میگه چند تا رو میخوام، اسکیپ میگفت کدوم ها رو نمیخوام. اینجا مثلا تیک با پارامتر دو، یعنی دوتای اول فقط میخوام. تیک لست از تهش در واقع کار میکنه، یعنی میگه یه دونه آخر رو میخوام. تیک وایل هم یعنی داده ها رو به من بده تا جایی که برسه به یه دایره سبز، مثل این مورد. خب اما یه اپراتور دیگه که خیلی پرکاربرده دیستینکته. دیستینک اینجوریه که فقط داده های ما، وقتی مثلا یه استریم داریم و نمیخوایم، میخوایم یه پردازشی انجام بدیم ولی میخوایم این پردازش رو روی داده های یکتا انجام بدیم، یعنی نمیخوایم روی یک داده دوباره یک کار انجام بدیم. دیستینگ میگه از اون استریم اولمون فقط اونایش که یکتا هستن، اون دایره قرمز اول بار که میاد، میاد روی دان استریممون، زرده هم میاد، بعد دوباره اگه دایره قرمز اومد چون دیگه دیستینگ نیست و قبلا یه دونه ازش اومده، نمیره روی خروجی. خب حالا اینا هم حالت های دیگه هم داره که من ازش میگذرم. سمپل رو داریم، سمپل اینجوریه که بعد از گذر زمان، بعد از گذر یه زمانی
اون یه سمپل از اون زمانی که ما خواستیم به ما میده. تو بازه زمانی بعدی آخرین داده اون بازه زمانی رو به ما میده و همینطور تا آخر. من از اینا رو میگذرم، حالا بعضیشون ممکن خسته کننده باشه. دیبانس یه اپراتور جالبیه، اینجوری کار میکنه که توی یه بازه زمانی که observable بالایی دیتای منتشر نکنه، آخرین دیتایی که قبل از اون بازه زمانی منتشر کرده باشه میره روی خروجی. یعنی چی؟ یعنی الان این دایره قرمزه اومده، یه بازه زمانی باید بگذره، اگه تو اون بازه زمانی اون استریم اولمون چیزی تولید نکرده باشه اون دایره میره روی خروجی، یعنی یه خورده سر میکنه. بعد مثلا اینجا این داده زرد میاد، دایره زرد قبل از اینکه اون بازه زمانیش تمام بشه سبز میاد، یعنی انگار یه تایمر داره که هی دوباره اون تایمر رو داره فعال میکنه. سبزه که اومد این زرده دیگه نمیره، باز منتظر مونه اون بازه بگذره تا اون سبزه رو بفرسته روی خروجی. دیبانس کجا به درد ما میخوره؟ یکی از جاهایی که من دیدم استفاده شده توی مثلا سرچ هستش. فرض کنید یه دونه فیلد داریم که کاربر داره اونجا متن سرچش رو مینویسه و ما میخواییم ریل تایم بدون این که مثلا اون دکمه رو بزنه این ریزالت رو بفرستیم به سرور و یه دیتایی بگیریم بیاریم و نشونش بدیم. اگه ما مثلا کاراکتر چینج اون فیلده رو هر موقع که یه کاراکترش عوض شد سریع بریم یه ریکوست بدیم، این بهینه نیست. اینجا میان از دیبانس استفاده میکنن، یعنی یه کاراکتر که وارد شد هنوز عجله نکن، بذار مثلا 200 میلی ثانیه بگذره، اگه دیگه هیچی وارد نکرد یعنی کاربر وایساده، دست از تایپ کردن کشیده، اگه هیچی وارد نکرد اون موقع برو سمت سرور. خب برای ارور هندلینگ هم چند تا اپراتور داریم. آن ارور ریترن اینجوریه که یه ابزرویبل پیشفرض بهش میدیم، یه دیتای پیشفرض بهش میدیم، میگیم هر موقع ابزرویبلمون به ارور خورد به جایی که ارور رو ببری روی دان استریممون فقط اون داده پیشفرضی که گفتیم رو ببر، یه جورایی ارور رو بروز نمیده. اینجا ارور داریم، اکسپشن داریم، ولی این اپراتورهای وقتی این استریم رو میبینه به جای این اروره یک داده پیشفرضی رو میبره روی خروجی. آن ارور رزیوم نیکس مثل قبلیه، ولی به جای اینکه یه داده بهش بدی یه ابزرویبل دیگه بهش میدی، میگه اون ابزرویبل اولیه هر موقع به خطا خورد این ابزرویبل دوم رو دادش رو ببر روی خروجی. ریترای هم که میگه اگه یه بار به خطا خوردی به امید این که تو دفعه دوم به خطا نخوری دوباره تکرار کن همون ابزرویبل اول رو. خب این که چه موقع از چه اپراتوری استفاده کنیم در واقع یه تصمیمیه که ممکنه گیج کننده به نظر برسه. خود سایت reactivex.io که سایت خانواده RX هست که اونجا RX جاوا هم هست، یه داکیومنتیشن داره که توی جایی که داره اپراتورها رو توضیح میده یه دیسیژن تری گذاشته و مثلا میگه من میخوام فلان کار رو بکنم کدوم اپراتور رو باید انتخاب کنم و راه نماییت میکنه. خب یه سری در واقع اپراتورهای ساید افکت داریم که حالا فعلا من ازشون میگذرم، اما یه نمونه ببینیم. اینجا یه API داریم که اون API مثلا یه تابع لاگین داره، وقتی لاگین رو صدا میزنیم دیتا میره سمت سرور بررسی میشه و رزالتش برمیگرده. توی
در واقع متد دو آن نیست میایم این لاگین به ما یه توکن میده، یه اکسس توکن میده. ما میتونیم مثلا توی دو آن نیکستش بیایم این اکسس توکن رو ذخیره کنیم که توی این قسمت انجامش داریم. بعد حالا یه توکن که داریم، حالا میتونیم با این توکنه با کمک پلتفرم چیزهای دیگه تولید کنیم. مثلا یه در واقع سرویسی داریم، به اون سرویسه میگیم که با توکنه که اینجا توکن رو باید اینجا پاسش بدیم فراموش شده، با توکنه مثلا گیت یوزر کن یوزرش رو به من بده از توی مثلا دیتابیس یا هر چیزی دیگه. و بعد مثلا میگیم خب حالا یوزر رو که فش کردی به ازای این یوزره یا کانتکت های این یوزر رو بکش بیار. این سلسله مراتبی که دیدید به این میگن کامپوزیشن، یعنی ما اپراتورهای آریکس جوری طراحی شدن که ما بتونیم اپراتورهای مختلفو با هم کامپوز کنیم، ترکیب کنیم و یه خروجی جدید بسازیم. خب اما چرا از آریکس جاوا توی اندروید استفاده کنیم؟ خب ما توی اندروید سورس های مختلفی از داده ها داریم. خود ویو های اندروید یه سورس داده هست، نتورک یه سورس دیگه هست که ما از روش داده میگیریم، دیتابیس میتونه یه سورس باشه، میتونیم سورس های دیگه هم داشته باشیم. خب تصور کنید توی یه اپلیکیشن بزرگ بخوای همه این سورس ها رو که ماهیت اسینکرونوس دارن هندل کنی. خب اینا هر کدوم لیسنر میخواد و هر لیسنری یه لاجیکی میخواد و ترکیب این لاجیکا روی استیت اپلیکیشن ما تاثیر میذاره. وقتی که نان ریاکتیو بخوایم همچین اپلیکیشن رو بنویسیم، اگر تجربهش رو داشته باشیم میبینیم که یه عالم کد مختلف با هم قرقاتی شده و ریدبلیتی که ما میخواییم رو نداره، میتونه خیلی در واقع باگ پرون باشه، یعنی خیلی احتمال باگش بالا باشه، توش یه چیزایی در نظر نگرفته باشیم و خیلی مشکلات دیگه. ریاکتیو میاد همه اینها رو به چشم یه ابزرویبل یا استریم نگاه میکنه و به کمک اپراتورهای خودش اونها رو برای ما هندل میکنه. خب آریکس جاوا یه کتابخونه است برای جاوا. یه کتابخونه هم داریم به اسم آریکس اندروید. آریکس اندروید در واقع اساسی ترین کاری که انجام میده اسکیجولر به ما میده. اسکیجولر مین ترد اندرویدو. ما خودمون اگه بخوایم از اسکیجولرهای آریکس جاوا استفاده کنیم باید با لوپر و این چیزا کار کنیم و به کمک لوپر مثلا یه اسکیجولر بسازیم، ولی این آریکس اندروید خود مثلا اسکیجولر مین ترد رو راحت به ما میده. اینجا یه مثال میبینی. با تابع جاست یه دونه ابزرویبل ساختیم که اینها رو بهش پاس دادیم 1, 2, 3, 4, 5. بعد سابسکرایب کردیم روی یه نیو ترد، به اسکیجولر ها گفتیم برو روی یه نیو ترد در واقع این داده رو تولید کن. اما توی در واقع اندروید نمیتونیم مثلا یو آی رو توی ترد بک‌گراند دست بزنیم، باید برگردیم توی ترد مین و روی ترد مین یو آی رو دست بزنیم. و همه میگیم که خب بعد از اینکه داده رو تولید کردی برگرد روی مین ترد اندروید. این اندروید اسکیجولرز جزء آریکس جاوا نیست، اینو به کمک آریکس اندروید این رو به ما میده. به این شکل میگیم که بیا رو مین ترد، حالا مثلا بعدش سابسکرایب کن یا بقیه کاری که باید انجام بدیم.